با تشکر از استاد خرمشاهی، از دوست هنرمند اون آقای منصوری خواهش میکنم که تشریف بیارن و متن پیام دکتر احمد مهدوی دامغانی رو قرائت کنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام استاد معظم و گرانقدر دکتر احمد مهدوی دامغانی به شب بزرگداشت دکتر مهدی محقق. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تجدید مراسم مودت و ارادت و احترام به حضار ارجمندی که در مجلس محتشمی که به منظور اجلال و تکریم و تقدیر خدمات فراوان استاد والا مقام جناب آقای دکتر محقق دامت افاضاته اقامه شده است شرکت فرمودند داشته و دارم. از اینکه از شرفیابی به آن محفل محترم صورتاً محرومم، از بخت بد و قلت حظ خود گله‌مندم، ولی از آنجا که بعد منزل نبود در سفر روحانی، مسلم است این ناچیز همینک خود را نه تنها در میان شما بلکه در آستانه آن مجلس احساس می‌کنم. زیرا اگر شما عزیزان به تعبیر آن نابغه نامور ادب که بیش از هزاران سال است که مقامات و رسائل او مقام والایی را در ادب عرب احراز کرده است، یعنی بدیع الزمان همدانی، همگی به مناسبت لحمه ادب در اینجا تشریف آورده اید، این بنده شرکت معنویش در آنجا هم به مناسبت لحمه ادب است و هم به مناسبت لحمه نسب، چرا که به صورت ظاهر این فقیر در حال حاضر سال خورده ترین فرد دو خاندان محقق و مهدوی دامغانی است و خدای را شاکر. و از این روی خود را برای خوش آمدگویی به شما و تقدیم و تشکر از حضور مهرآمیزتان در این محفل در آستانه آن میابم. محفل گرامی که در محل بنیاد پاک نهادی که با استعارت از تعبیر قرآن مجید اسس علی التقوى من اول یوم وصف صادقی بران است تشکیل یافته و خداوند متعال مؤسس بزرگوار و دانشمند آن مرحوم دکتر محمود افشار و فرزند پاکیزه خوی فرشته خصال او آن دوست نازنین محبوب همه ما ایرج افشار روانشاد را که چنین نام نیک و هم سرای نیک و ارزنده تر از زرنگار از خود به یادگار گذاشتند قرین رحمت و مغفرت خود نماید. حضرات ارجمند، دانشمندان عالی قدر که اکنون زعما و پرچمداران علم و ادب دو زبان در مملکت نازنین ما ایران که لقد جمعت فیه المحاسن و کلها و احسنها الایمان و الیمن و الامن و وصف آن است هستید، بدین محفل خوش آمدید و صفا آوردید. به حمد الله مقام والای علمی و ادبی جناب آقای دکتر محقق ازهر من الشمس است و نام ایشان در حوزه های ادبی عالم اسلام بلند آوازه است و نیازی به تعریف و تمجید ندارد و سوابق روشن و افتخارآمیز تحصیلی و تعلیمی معظم الله شاهد صادقی بر این مدعا است. آثار قلم سیال ایشان که دستاورد بیش از 30 سال تلمذ در محضر بزرگان علم و ادب اعم از حوزوی و دانشگاهی دهه های 20 و 30 و 40 و حاصل بیش از 60 سال تحصیل و تعلیم و تتبع و تحقیق ایشان است و شما بهتر از من بنده مهجور می دانید که برخی از آن آثار از مراجع معتبر معاصر در ادب به شمار می رود. خوشخلقی و نرم‌خویی و تسامح و تأدب ایشان به محاسن اخلاق و پایبندیشان به اصول و قواعد از جمله زینت‌های خدادادی است که جناب ایشان بدان مزینند. از خداوند متعال مزید عمر و عزت و دوام توفیق و سعادت جناب دکتر محقق و همسر گرامی و دانشمندشان سرکار علیه دکتر نوشین خانم را به دعا مسئلت می کند. قره ربیع الثانی 1434، دعاگوی همه شما احمد مهدوی دامغانی. نوبت به جناب آقای فانی می رسد که تشریف بیارن برای سخنرانیش. برای من مایه افتخاری که امشب در مجلس نکوداشت
استاد فرزانه جناب آقای دکتر محقق که بی تردید یکی از برجسته‌ترین و مؤثرترین چهره‌های علمی و ادبی فرهنگی کشور ما هستند سخن بگم. اولش فکر می‌کردم که ممکنه خاطرات من و آقای خرمشاهی که هر دو در یک سال شاید هم در یک روز با ایشون آشنا شدیم و در طی مدت 40 چند سال همیشه همراه هم در خدمت دکتر محقق بودیم و همچنین خانم انصاری که هر دو استادای ما بودن تکرار بشه. من سعی میکنم که یه مقدار بیشتر بگم که این سیر عرشبت که شاگردی ما یا سیر همکاری ما با ایشون چگونه بوده، چون نمونه هست از سرگذشت خیلی های دیگه که همین کار رو کردن. و همین دومین چیزی هم که امیدوارم که به اشاره البته ولی بتونم ادا کنم حقش رو، در واقع ویژگی اصلی دکتر محقق عرض شود که ما در سال 43 من و خرمشاهی از رشته پزشکی منتقل شدیم یا کوچ کردیم به دانشکده ادبیات و در همون سال در درس عربی دکتر محقق شرکت کردیم. این درس دکتر محقق واقعا و ذاتن معلمه و بیش از همه در واقع با شور شیفتی درس میده، اینو بعدها بر من ثابت شد. خب در اون موقع عرض شود که شیوه ایشون خیلی شیوه بدی و تازه‌ای بود، یعنی برای تدریس عربی به ما یعنی دانشجوی رشته ادبیات ایشون معمولا یک شعر رو مینوشتن و بعد اون رو بردی میکردن، بعد از نظر صرف و نحوی تحلیل میکردن و زبان عربی رو سعی میکردن از طریق ادبیات به ما یاد بدن. بعدا آقای خرمشاهی مجموعی اونها رو هر شبه چاپ کردن و هر شعری هم به یک ربایی هر شبه تبدیل کردن. این خیلی رو ما تأثیر گذاشت و کم و بیش من هم بشه یادمه که در واقع بعضی از اون شعرها و توضیح دکتر محقق همیشه در خاطرم بود و مقابلم بود. دکتر محقق بعداً یعنی سال بعد به کانادا رفتن و خب چند سالی ما ایشون رو دیگه ندیدیم. خوشبختانه سال 50 عرض شد که من و خرمشاهی تصمیم گرفتیم که دیگه رشته کتاب ادبیات فارسی رو دنبال نکنیم، بریم دنبال یه چیز دیگه که در واقع بلی با کتاب مربوط باشه و طبعا رشته کتابداری رو انتخاب کردیم. و از خوشسانسی و خوشبختی ما بود که در اونجا با خانم انصاری آشنا شدیم و اون موقع دیدیم که عجب ایشون همسر دکتر محققه که اون تأثیر رو سالها پیش رو ما گذاشت. خب به حال پس من کتابدار بودم و با خانم انصاری خیلی نزدیک بودیم و طبعا در اون سالها آقای دکتر محقق خیلی میدید. من یادم این سفر کرمانشاه، این انجمن کتابداران معمولا سفر میذاشت و کلاس‌های کوتاه مدت کتابداری رو در شهرستان انجام میداد که منم در واقع معمولا همراه خانم انصاری در این سفرها بودیم و دکتر محقق هم میامدن و خیلی تأثیر روی در واقع کتابدار شهرستان رو میذاشتن که ایشون هم که خب اصلا شخصیت دیگه بودن در حوزه دیگه در واقع اینقدر به کتابداری علاقمند هستن. فراموش نکنید که آقای محقق مدت‌ها مدیر نسخه خطی کتابخونه ملی بود و اولین کسی بودن که فهرست کتابخونه ملی نسخه خطی کتابخونه ملی رو تهیه کردن و که بعداً گسترش پیدا کرد و به همت استاد عبدالله انوار در ده جلد به چاپ رسید. خب در همون سالها بود که بیشتر با دکتر محقق آشنا شدیم. عرض شود که در مورد رابطه خانم انصاری و دکتر محقق من باید بگم که از نظر من یک جور رابطه بین شرق و غرب بود. خانم انصاری از غرب اومده بودن، واقعا چون بیشتر سالهاشون هم فکر کنم در غرب گذروندن. دکتر محقق از شرق شرق اومده بودن، یعنی کاملا شرقی و
همین به نظر من علت این بود که این دو اینقدر به هم نزدیک شدن، چون تکرار هم نبودن، تکمیل کننده هم دیگه بودن. خب طبعا خانم انصاری خیلی کمک کرد که دکتر محقق به خصوص در سالهایی که در خارج بودن بتونن با فرهنگ غربی و با معارف غربی آشنا بشن. ولی از اون طرف هم عرشبت خانم انصاری هم خیلی گرایش پیدا کردن به فرهنگ عرشبت سنتی ما و همیشه هم این احترام رو داشتن و به این نحو واقعا من دیدم که سرنوشت شرق و غرب فقط اینجوری تکمیل میشه. فراموش نکنیم که هر چیزی برای این که تکمیل بشه نیاز داره که اختلاف و اشتراک داشته باشن. اگر یکی باشن تکرار هم دیگر، اگر کاملا مخالف هم باشن هیچ وقت جذب هم دیگه نمیشن، ولی اگر در کنار هم باشن کم کم هم دیگر رو تکمیل میکنن و در واقع یه سنتزی میسازن، همون سنتزی که امروز ما در وجود دکتر محقق و خانم انصاری میبینیم. به هر حال داشتم میگفتم که ما خیلی علاقمند بودیم که هر شبت که بیشتر با دکتر محقق باشیم. این بعد از انقلاب فراهم شد. فراموش نمی کنیم که بعد از انقلاب خب واقعا چه ظلمی به دکتر محقق شد از دانشگاه، ولی ایشون اصلا نه. ما همون سال 58 یا اوایل 59 که ایشون دیگه معمولا دانشگاه نمی رفتن یا دانشگاه تعطیل شده بود، پیشنهاد کردیم که ما پیش شما یه مقدار از کتب قدیمی رو بخونیم و این واقعا موقعیت خیلی خیلی استثنایی بود برای دوره ما که دیگه معمولا درس غزوی رو اونایی که در دانشگاه ها بودن نمیخوندن. دکتر محقق اون موقع ارشد مسئله مطالعات اسلامی در ایران هنوز بود که من بعدا صحبت میکنم، ولی در اونجا بود که ما خدمت ایشون شعر منظومه سبزواری رو خوندیم، متول تفتازانی رو خوندیم و شعر بابا هادی عشر فاضل مقداد رو و به طور کامل هم خوندیم، یعنی متول نه البته، ولی به خصوص هر شرط که شرح منظومه رو. دکتر محقق خیلی به شرح منظومه علاقه و اعتقاد داشتن و چنان با شور شیفتگی این کتاب کمی بهش مشکل فلسفی رو تدریس میکردن که ما بدون اینکه بخوایم تحت تاثیرش قرار میگرفتیم. دکتر محقق فقط برای نمونه من بگم شرح منظومه رو پیش چند تر از اساتید بزرگ به درس خونده بودم. عرض شود که پیش میرزا مهدی آشتیانی که یکی از برجسته‌ترین در واقع متفکرین زمانی ما بود، پیش مرحوم سید محمد کاظم عصار، حتی نزد سید ابوالحسن شعرانی، ظاهراً تا اینجا که من یادمه چندین در واقع متن بارها خونده بودم، بنابراین چکیده و شالودی اون رو برای ما میگفتن. در کنار اون دکتر محقق کار بسیار مهمی کرده بود اینه که در سفر کانادا و تأسیس مؤسسه مطالعات اسلامی که حوزه دانش ایران رو تدوین کردن و ده‌ها کتاب رو به چاپ رسوندن، اولین کار مهم چاپ جدید و مصححی بود در شهر منظومه. شهر منظومه میدونین کتاب درسی فلسفه بوده و در ایران خیلی هم مهم بوده. من یه وقتی یه مقاله نوشتم که چرا بعضی از کتاب‌ها کتاب درسی میشن در طی تاریخ. این در واقع در حالت رقابت اینا شدن دیگه. مثلا در حوزه مثلا فلسفه، در حوزه فلسفه در واقع چندین قرن کتاب عرشبت هدایت الحکمه اصیل‌الدین قبحری بود که تدریس میشه.